هفوس. در فارسی امروز به آن ه دو چشم میگوییم. پس فرض کرده ایم اول که چیزی شبیه سر انسان است، انسان یا هر جاندار دیگری. جالب است بدانیم که در تقسیم بندی حروف بر اساس عناصر چهارگانه، حرف ه طبیعت آتش دارد و جایگاه آن در سر انسان است. واق آرایه تزئینی که آن را اصل ششم از اصول هفتگانه نقاشی ایرانی می دانند. منشأ این آرایه درختی افسانه‌ای است که میوه‌ای شبیه سر انسان و حیوان دارد و چون میوه این درخت برسد چندین بار صدایی همانند واق واق از آن به گوش می رسد و سپس به زمین می افتد. واق زندرودی به ردیف کردن خطوط ایستا و مدور در محورهای افقی علاقه‌ای خاص دارد. اما آنچه این کله‌های رنگین را که در امتداد خطوط سیاه ردیف شده‌اند از کارهای دیگر او جدا می‌کند، شباهت غیر عمد آن با میوه درخت واق است. واق نمایش زشتی در نقاشی ایرانی بی سابقه نیست. از عجایب نگاری ها و نقش مایه های گروتسک نظیر غول ها و موجودات افسانه‌ای تا برخی مظاهر واق در هنرهای تزئینی ایرانی، نمودهایی از ترجمان زشتی و ناموزونی‌اند به هنر. با این همه اگر خطوط جادویی و تعویزها را قلمروی مجزا از خوشنویسی رسمی قلمداد کنیم و ابداعات نبوغ‌آمیزی چون سیاه مشق یا خطوط شکسته را که بهره برداری زیبا شناسانه از عیوبی چون سیاهی، خط خوردگی و شکستگی اند نادیده بگیریم، خواهیم دید که وجه دوزخی در این سنت جایگاه درخوری ندارد. خطاط به دنبال ترسیم بهشتی آرمانی است. بدین ترتیب زندرودی نخستین کسی است که گروتسک را به ساحت الوهی خط وارد می کند و نسخه‌ای پلشت و ناهموار می سازد از حروفی که قرنها طول کشیده تا به حد کافی تراش خورده و صیقلی شود. هرچند زندرودی در تکرار وامدار سنت سیاه مشق است، اما با اغراق در تنیدگی حروف دفرمه و رنگامیزی جسورانه اثر، انگاره‌های زیبا شناختی حاکم بر خوشنویسی کلاسیک را مغلوب می‌کند. و از این نظر شاید اولین و هنوز تنها هنرمندی باشد که خام دستی کودکانه را به ساحت جدی و کهنسال خط راه داده است. هی هفوز ها خودتی زیر زبر و پیش جهان ما سگ شوخ است، مر تو را بگزد. هر آینه تو مر او را نگیری و نگزی. به هر لغت که تو گویی سخن توانی گفت، که اصل هر لغتی را تو ابجد و حوزی.